خدمتتون نمایش دادیم، برنامه تور رو به شما تقدیم بکنیم. آقای دکتر علی بابایی‌زاد به جمع پیوستن. سلام، صبح بخیر. سلام عرض می‌کنم. خوشحالم که امروز اینجام، دیگه چهارشنبه ها. بله، خدمت شما و بینندگان عزیزم که دوستشون دارم. دیروز خیلی سراغ شما رو گرفتن توی پیامک‌ها و ما هم تو برنامه اعلام کردیم و بیننده های ثابتی داریم توی این بخش که دنبال میکنن مباحث ما رو. به خاطر همین من میخوام که اول در واقع از شما این رو هم که آوردین هم روی خود توی سیده. بله دیگه، امروز گفتم که اینجا داشته باشیم. انسان هایی که باید گوره خری فکر بکنن. آره، یک جور چهارچوب برای نگاه کردن به دنیا. بسیار عالی. خب خوبه، اینم یه نمادی میشه از تفکری که باید داشته باشیم، نه سفید نه سیاه. بله، عرض کنم خدمتتون که آقای دکتر بابایی‌زاد، ما هفته گذشته با هم صحبت کردیم، شما ارجاع دادین تحلیل رفتار رو به این هفته و گفتین که از این هفته آغاز می‌کنیم تحلیل رفتار انجام بدیم. حالا من سوالم اینه که ما برای اینکه تحلیل رفتار انجام بدیم نیاز به چارچوب خاص داریم که طبق اون چارچوب رفتارها رو تحلیل کنیم؟ دقیقاً همونجور که حالا قبل از عید بود و یعنی سال پیش و امسال آمدیم، برای بینندگان عزیز ما همینجور تحلیل کردیم، الگوهای رفتاری رو دیدیم و نیاز داریم به یک روشی که بخوایم عمیق‌تر بشیم توی روابط. خوشبختانه تمام تئوری‌های روانشناسی وقتی که به رابطه میرسن، روش‌هایی برای نگاه به این که چی در درون روان من داره رخ میده که در رابطه فلان اتفاق داره میفته دارند، ولی یکی از بهترین هاشون که اصلا اسمش روشه، روشی است به نام تحلیل رفتار متقابل یا TA که مخفف Transactional Analysis یعنی تحلیل Transaction، تبادلیه که بین دو نفر میتونه رخ بده. و در واقع این روش رو دکتر اریک برن که 1910 تا 1970، 60 سال فقط زندگی کرد، در واقع ابداع کرده، امروزه ما داریم پی میگیریم و خیلی هم از 70 به این ور تغییرات زیادی توش رخ داده. و خب در این زمینه من تخصصهایی دارم که میتونیم اینجا راجبش با هم صحبت کنیم، ببینیم که این رفتار متقابل چیه و چجوری میشه تحلیلش کرد و از اون مهمتر در درون من چه میگذره که رفتاری رو دارم نشون میدم و حالا یا در حالت ناسالم و مرضیش بازی میکنم یا در حالت سالمش روابطی دارم که کارآمد و پویاست. بسیار عالی. آقای دکتر بابایی‌زاد، من میخوام سوال برنامه رو بخونم. فقط یه دونه اصطلاح رو اینجا داریم که من میخوام قبل از که سوال بپرسم راجع به این اصطلاح از شما بپرسم. ما توی سوالمون در مورد ریشه های مطلق گرایی سوال نظرسنجی رو مطرح کردیم. مطلق گرایی چیه که بعد حالا سوال من مطرح کنم؟ خیلی عالی. هفته های پیش در الگوی رفتار پرخاشجویانه یا کنترل کننده با هم صحبت کردیم که یکی از چیزهایی که این الگوی رفتاری رو ایجاد میکنه تفکر مطلق‌گراست و فرد مطلق‌گرا آدمی بودش که از نوعی از فکر تبعیت میکرد که میگفت یا سفید یا سیاه. در واقع فرد مطلق‌گرا میتونه در واقع رفتارهای کمال طلبانه داشته باشه یا متعصب باشه یا به هر حال دید بسیار کودک نابالغ که البته ظاهرش اینطور نیست، در درون لایه‌های روانش داشته باشه که نتونه بپذیره که چیزی به غیر از مطلق‌هایی که اون در نظر گرفته هم میتونه به عنوان واقعیت وجود داشته باشه. برای این فرد مطلق‌گرا فشار میاره به محیط تا محیط دیگران و آدم‌ها رو شبیه چیزی بکنه که دوست داره باشند. برای همین بر نمیتابه که بخواد نگاه دیگه‌ای رو ببینه، نظر دیگه‌ای رو بشنوه و یا حتی در اینکه آدم‌ها میتونند متفاوت باشند و متفاوت زندگی کنند و متفاوت بمیرن هم در واقع پذیرشی داشته باشه. اینه که همه باید از لایه‌های نگاه اون رد بشن. بنابراین این میشه نگاه مطلق‌گرایانه که رفتارهای ناسالم و ناکارآمد رو ایجاد. بسیار عالی. خب حالا می‌خوایم که در واقع سوال نظرسنجی رو با شما مطرح بکنیم و این سوال ما همونطور که دکترم توضیح دادن در مورد ریشه‌های مطلق‌گراییه. چه نوع احساس تفکری میتواند در ریشه های مطلق گرایی مطرح باشه؟ چهار گزینه داریم. یک، ترس از برخورد با واقعیت. دو، تفکرات تعصب آمیز. سه، احساسات کودکانه. و چهار، همه موارد. 3044 سامانه پیام کوتاه ماست که الان
جلوی بنده همین سامانه باز هست و من میتونم علاوه بر اینکه نظرات شما رو که برای سامانه پیام کوتاه ما ارسال میکنید بخونم، اگر سوالی هم دارید یا میخواید موضوعی رو در گفتگو ما مطرح بکنید برام ارسال بکنید، ان شاءالله که فرصت بشه و امروز مطرح بکنیم. خب در مورد اریک برن گفتین آقای دکتر، بله. و اینکه ایشون بنیانگذار نظریه تحلیل روابط متقابلن یا TA به قول شما، و اون چیزی که مصطلح هم هست ظاهرا در حوزه کاری شما اکثرا به نام TA ازش نام بله اکثرا TA میشناسند، و این روی خورده ما باید با TM که یک جوری Transcendental Meditation یعنی مراقبه متعالیه جدا کنیم، اون پاراسایکولوژی خود مراقبه متعالیش هم سخت بود بعد. بعدا بعد برامو توضیح بدیم این نه این TA TA بسیار از کجا شروع بکنیم بهتره، یعنی اینکه چطور میخوایم ورود بکنیم به بحث؟ آره من فکر میکنم از اینجا شروع کنیم که ما به عنوان نوع انسان مدام داریم رفتار نشون میدیم، مادامی که با کسی در ارتباطیم یا حتی تنها نشستیم و نخوابیدیم رفتارهایی از خودمون بروز میدیم که میتونه کلامی و غیر کلامی باشه. همونجور که در جلسات پیش با هم صحبت کردیم رفتار در واقع برونداد وضعیت روانی ماست، برای این پشت رفتار ما میتونیم نوعی از فکر و احساس رو داشته باشیم، مثل همین الان که من با رفتار کلامیم که پاسخ به آنچه که شما فرمودید هست دارم در واقع از خودم ابرازاتی نشون میدم و زیرش چیه دارم فکر میکنم و احتمالاً یه احساساتی همون زیر هست. بنابراین در TA ما میخواییم ببینیم که این رفتارها از کجاهای روان ما میتونه نشأت بگیره، یه طبقه بندی ابتدایی در این زمینه داشته باشیم، و اینکه همجور که در جلسات قبلی هم با هم صحبت کردیم وقتی من میگم روان منظور من عملکرد مغز منه، اینکه میگیم موسیقی و ویولون اینجا هست و جناب نوازنده آرشه رو میکشه روی در واقع ساز و گام ها رو اینا رو اجرا میکنه و میشه موسیقی، برای ما موسیقی رو به عنوان عملکردی داریم از یک ساز، و وقتی هم میگیم روان یعنی آنچه که عملکرد مغز منه، البته نه همش چون خیلی عملکرد بله. ویژو زیادی داره، بخشیش میشه روان من، و اینکه مغز من از چه لایه هایی داره استفاده میکنه و کدوم بخشاش و چه جوری داره به محیط پاسخ میده میتونه که وضعیت روانی من رو متفاوت بکنه. شما فرض کنید که وقتی برمیگردین به مغز انعکاسیمون که برمیگرده به چندین و چندین و چندین میلیون سال پیش، خزندگان زمانی که یه مارمولک رو شما اینجوری میکنید و فرار بله، میره بله. خب اینو در درون مغز ما هم در طور تکامل بوده دیگه، یعنی آیا من فقط میخوام از اون مغزم استفاده کنم که نه، من میخوام که از در واقع کورتکس مغزم هم استفاده کنم و بخش پیش پیشانیم و بتونم که تفکراتی که به عنوان نوع انسان دارم هم ازش بهره ببرم. بنابراین اینکه آیا تمام انسان ها از چه در واقع بخشی از مغزشون استفاده میکنن و چه میکنن و اینها و چطور رفتار میکنن میتونه موضوع تحلیل رفتار متقابل باشه. منطقه از اونجایی که اگر فقط بخوایم به مغز نگاه بکنیم در واقع میشه میره به سمت نیروسایکولوژی و عصب شناسی و اینها و در واقع حوزه روانپزشکی، بله میره جای دیگه ای که موضوع ما نیست، اومدیم در روانشناسی این عملکردهای متفاوت رو براش اسامی انتزاعی متفاوتی در نظر گرفتیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه توی TA ما نگاه میکنیم که چطور ممکنه که یک نفر وقتی که پاسخی قرار بده از وجهی بده که اسمشو میذاریم کودک، کس دیگه ای از وجهی از روانش بده که اسمشو میذاریم والد، و کس دیگه ای از وجه سومی که اسمشو میذاریم بالغ. برای مثال ممکنه که توی یک خانواده دارن تو ماشین حرکت میکنن، دارند میرن مهمانی، و همینجوری که بابا داره رانندگی میکنه و مامان کنارش نشسته و یه موسیقی هم گوش میکنن و بچه 10 سالشون اون پشت نشسته داره بیرون رو میبینه، یا یه گربه میپره جلوی ماشین و بابا به شدت ترمز میکنه، اینجا ممکنه که رفتارهای متفاوتی نشون بدن. برای مثال مامان ممکنه که والد بشه و داد بزنه سر بابا که این چه وضع رانندگیه، بابا ممکنه که بالغانه بگه خب گربه پریده جلوی ماشین، به رانندگی من چندان ربطی نداره، اگر ترمز نمی کردم می کشتمش، و پسر بچه که اون پشت نشسته اینقدر بترسه که چی شده و نگران بشه که نکنه گربه مرده، که اش تو چشش جمع بشه و قلبش تون تون بزنه و مثل یه بچه کوچولو حتی زبونش بند بیاد ندونه که چیکار باید بکنه. موقعیت یکسانه، گربه پرده جلوی ماشین و ترمزی شده جهت، ولی واکنش ها متفاوته. آره یکی والد پاسخ میده، یکی بالغ، یکی کودک،
و این چیزیه که در زندگی ما همجور از صبح تا شب در درون من، شما و همه آدم ها رخ میده که ما از این وجوه مختلف پاسخ میدیم. آقای دکتر اگه موافقید یه مقدار در واقع هر کدوم از اینها رو تعریف بکنیم، چون برای من یه مقدار مرز بین بالغ و والغ